تابع ثابت تابع همانی تابع چند زوج زوجهای مرتب دامنه برد و مفاهیم خیلی مهمی که خیلیاتون ازش خوشتون نمیاد و سخته براتون ولی توی مستایمر آسون میشه در ادامه با من همراه باشید سلام دوستان دانش آموزان عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه حامد هستم از کانال مستایمر و اینجان که بتونم ریاضیات رو به زبون ساده و به آسون ترین شکل ممکن به گوله که از بچه زوب کنم و داخل ذهن زیبای شما بریزم طوری که کامل یاد بگیرین چه تو شب امتحان چه توی کنکور و هر جا که بحث بحث ریاضی میشه نفر اول باشید که به اون سوال جواب میدید دوستان در جلسات قبلی گفتیم که زوج های مرتب چی و چطور و به چه شرطی تابع می اینجا اومدم در مورد یکی از توابع خیلی خاص به اسم تابع ثابت باتون بحث کنم بچه انواع تابع داشتیم ما یکی از انواع تابع تابع ثابته اسمش روش تابع ثابت یعنی بچه هرچی بهش بدید همونه مثلا میگم دو میگه من هفتم میگم آقا یک میگه من هفتم میگم صفر میگه من هفتم میگم هفت میگه هفتم هرچی بگه میگه من هفتم طبق مثالی که من اینجا نوشتم میگیم این تابه تابه ثابته دو و هفت یک و هفت صفر و هفت منفی سه و هفت خب همین توی یک دید اول توی نگاه اول چی میفهمین دوستان آباری کلا معلف های دوم تکراری هن معلف های دوم تکراری هن. ببین اول نه ها بچه ها معلف های اول تکراری بشن که اصلا تابع نمیشد یه بار دیگه معلف های اول اگه بیاد تکراری بشه فاتح یونز و زوج مرتب خونده است اصلا تابع نمیشد که بحث کنیم دوستان تابع ثابت تابع هستا تابعی است که ثابت هست یعنی شرط تابع بودن رو داره حالا میخوایم بگیم تابع ثابته پس معلف های دومش یکسانه این ایجاد اشکال نمیکنه ها معلف های اول خب معلف های اول باید چی بشن متفاوت باشن درسته اینجا متفاوتن دیگه ناکن دو یک سفر منفی سه و بچه مگه مشکلی بود نه این تابع هست اوکی اما آیا تابع ثابت هم هست میگیم آقا تابعی ثابته که معلف های دوم همشون یکی باشه نمید همشون باید یکی بیانا مثلا این هفته خب هم هفته اینم باید هفت باشه اینم باید هفت باشه اوکی همگی باید برابر باشن میگیم تابع تابع ثابته پس چی بنویسیم تعریفش میگیم ای که معلفه های دوم معلف های دوم یکسان باشند خیلی راحت دیگه همین تعریفشه معلف های دوم هم برابر باشن. اوکی؟ یه مثال دیگه قشنگ جا بیفته بچه ها من نوشتم سه تا زوج مطلب بذار بنویسم و از شما بپرسم که بله خب نوشته چهار و دو اینجا نوشته پنج و جای خالی اینجا نوشته منفی دو و جای خالی دوستان جاهای خالی رو میخوام با یه عدد پر کنم به شرطی که این زوج مرتب جدید من چی بشه بچه ها تابع ثابت بشه تابع ثابت عذاب در بیاد خب تمام شد دیگه این دو که اینجا هست بچه های کده میگه من که دو هم خب پس همه باید دو باشن که بشه عین من یکسان بشن دیگه مثلا اینجا باید چی بشه دو اینجا چی بشه دو و تمام یعنی همه باید دو باشن چون اینجا دو داشتم از اون دو فهمیدم ها اون یه کد بود اونو نمی نوشت هر چی میشد نوشت نه کن آ. برای که بهتر بفهمین به آ ها اینجا بذار عوض کنم نکن دو جای خالی پنج جای خالی شیش و جای خالی جای خالی رو پر کن جوری که تابه ثابت در بیاد چی بنویسم اینجا دیگه دست من بازه هرچی مثلا میخوای توی جا یا ده بنویسیم میشه دیگه نه چرا میشه چون همش ده در میان شرط تابع ثابت چی بود دومیاش دو یکسان باشن نام کن ده 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 دست خودم باز بود اما تو مثال قبلی یه دو اینجا داشتم دوی که اینجا داشتم این دو مجبورم کرد که بقیرم باریکلا دو بنویسم پایینی ها دستم باز بود میتونستم به جای ده بنویسم مثلا نو بنویسم مثلا منفی هفت هزار صفر هر عددی همه شو پر میکردم به اون عدده اوکی؟ همه رو با ده پر کردم این شو ثابت خیلی راحته پس بیاید یه دونه مثال ازش حل کنیم موافقین بچه دوستان برای تابع ثابت این مثال رو میخوام حل کنم توش یه پارامتری مثل M مثل N مثل A و B میارم که بتونم با اون پارامتر چیکار کنم بازی کنم و و سوال حلش کنم خب بله A منهای 3 این پارامتر هم باشه B بلا به 2 این پارامتر هم باشه بله اولی اینجا پنجه اولی اینجا منفی یکه بله اینجا هم هستش چهار و چهار گفته است اسمش هم چی؟ F گفته است F تابع ثابت است آ به علاوه B ب... کدام است F F تابع یا تابعی ثابت است آقا تابع ثابت است تابع ثابت معلف های دوم یه بار دیگه بگم مؤلف های دوم تکراری خب مؤلف های دوم آقا این مؤلفه دومش چنده چهار این مؤلفه دومش چنده آمین های سه این مؤلفه دومش بی, بی دو مگه نگفتیم همه باید برابر باشن آقا این که چهاره پس همه گوش همه باید چهار باشند چهار این هم باید چهار باشه این هم باید چهار باشه تعریفش بود نتیجه منطقی اینه که آقا آمین های سه من چهار شد بی بلاوه دوی من هم چهار شد خب بنویسین رو یه رابطه شد یه معادله شد و حلش کن آبه به دست میاد می‌نویسم آ منهای سه مساوی چهار بی علاوه دو هم مساوی چهار دقت کردیم چی شد با یه رنگ دیگه حلش کنیم بله آقا آ میاد هفت خیلی بچگونه است دیگه نه منفی سه اومدیم و رو با چهار جمع شد شد هفت و b میاد دو چرا چون منفی مثبت دو دیگه میاد اینو میشه منفی دو چهار هم منهای دو میشه دو دوستان عزیز آب و ب رو نخواسته بود و آب به علاوه ب رو خواسته بود یعنی آب و ب رو به دست بیار جمع کن پس حاصل آب به علاوه بی می شود هفت و دو نه و تمام یه مثال مفهومی ساده ای بود که بفهمید چطور باید یه معادله نویسی انجام بدید و به جواب برسید این بود گوشه ای از نکات تابه ثابت امیدوارم که یاد گرفته باشین در ادامه با درس ها و برنامه ما همراه باشین کانال من تایمر کانال خود شماست سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره تا برنامه دیگه خدا نگهدار